از لحاظ اعتبار جهانی هم که عقب رفتیم، از لحاظ سیاسی هم عقب رفتیم، از لحاظ اعتبار سیاسی در عرصه جهانی هم عقب. حالا دیگه اینو پس از چه نپرسیده لحاظ، اینا ما جلو افتادیم که شما و امثال اونی شما که آمدید ایشون و انقلاب کردید؟ ببینید، شما خیلی نیشو کرنه به من زدین که چرا انقلاب کردین، ولی اگه اعلیحضرت مثل آدم حکومت کرده بود اون انقلاب اتفاق نمیافتاد. اگه اعلیحضرت مثل آدم حکومت کرده بود اون انقلاب اتفاق نمیافتاد. اون انقلاب معلول این بودش که جامعه ایران رو مثل قفس اعلیحضرت اداره میکرد. بنابراین اینقدر که من صداقت دارم میگم از خیلی جهات پیشرفت کردیم، شما یه ذره صداقت داشته باشین، برگردید ببینین اعلی حضرت اون جامعتون چجوری اداره میکرد، چقدر مطبوعات آزاد وجود داشت، چقدر زندانی سیاسی وجود داشت، چقدر انتخابات آزاد وجود داشت. شما بیا به من جواب بده، بگو نه آقای زیبا کلام، ما اینا رو داشتیم، شما کور بودی نمیدیدی. ما در زمان محمد رضا شاه پهلوی چقدر مطبوعات آزاد داشتیم، چقدر احزاب و تشکل‌های سیاسی مستقل داشتیم، چقدر انتخابات آزاد برگزار میشد. بله، شما بی اینا رو به من بگو. دوران قبل از انقلاب هم مدتی در زندان اوین بودید، چه تفاوتایی و... من دوران قبل از انقلابم در زندان بودم، حدود 2 سال اندی من زندان بودم، زندانی سیاسی بودم و نزدیک 6 ماه خورده اوین بودم، یه مدتی هم انفرادی بودم اوین. چه تفاوتایی؟ حالا بعد یه جمله رو بگم که باز شروع میکنن به من فوش دادن. بفرمایید. اوین امروز رو با اوین شاهنشاهی مقایسه بکنی، برای اینکه اوین امروز مثل یه هتل، واقعا مثل یه هتل 5 ستاره میمونه در مقابل اوین محمد رضا شاه پهلوی که واقعا یه مسافرخونه بود، که مسافرخونه رو با یه هتل 5 ستاره چیز